سلام همگی چطورید جنگ قرن وید هیچ وقت تموم نشده بود و هنوز ادامه داره چون دکتر ویگا پانک درست مثل یک سلاح باستانی داره چپ و راست بمب واقعیت میندازه رو دولت جهانی جهانی که 25 سال فنهای وامپیس دنبال کشف کردن رازش بودن تنها قسمت کوچیکی از جهان بزرگیه که غرق شده و زیر آب قرار داره برای اینکه قاره های بزرگ در تاریکی کف دریا آروم گرفته چپتر 1115 با عنوان قطعه قاره ای با کاوری از یاماتا شروع میشه معمولا کاورها ربطی به داستان اصلیمون ندارن ولی اودا چند وقتیه که داره یاماتا رو تو کاورها میذاره شاید یاماتو با خوندن سفرنامه های اودن به خیلی از واقعیت های جهان پی برده و خیلی جالبه که چپتر از پایتخت گل وانو شروع میشه مردم از داخل وسایل اوروچی دندن موشی پیدا کردن و میتونن پیام وگاپانکو بشنون وقتی میره تا چطوری دوز دریایی شدن جوی بوی رو توضیح بده مومونوسکه رو میبینیم که از دوز دریایی بودن جوی بوی مثل لوفی سورپرایز شده در زندانی در مکان جیفور نیروی دریایی دوزان دریایی کیدو رو میبینیم ولی سر همه دوزان دریایی کید مثل هیت و کیلر و وایر کلا رفته چون این کید در اصل دمارو بلک هستش که قبلا هم خودش و جای لوفی جا زده بود کیلر با پاچخاری به کید غلابی میگه که حتما زدن کسی مثل جوی بوی براش کاری نداره دمو رو بلک تایید میکنه که آره براش کاری نداره هیت هم اشاره میکنه که تنها چیزی که از اعتماد به نفس کاپیتانشون بزرگتره شکمشه دمو که یک مشت پاچه دورشن میگه که میلیون ها بار از جوی قوی تره آقا اسمشو نمیتونه درست تلفظ کنه چه برسه به زدنش تو ایک هیت سربازای نیروی دریایی با شنیدن حرفای استلا دهنشون یک متر باز میمونه اصطلاح به مردم میگه که بدونن که تعداد زیادی برای بررسی نداشته ولی با ترکیب کردن روایتشون میشه به تاریخچه ای از تاریخ غیر قابل باور جنگ بزرگ در گذشته دست پیدا کرد در قرن وید جوی بوی با دشمنی به نام دولت جهانی میجنگید سربازا متوجه میشن که منظور اصطلاح اوناست ولی خب براشون منطقی میاد چون دوز دریایی بوده در حالی که لوفی و دوری و بروگی دارن از دست سنت وارکری فرار میکنن دکتر وگاپانک تایید میکنه که در قرن وید دولت جهانی صرفا به خاطر این قدرت داشتن چون از پیوستن موقتی 20 پادشاهی به وجود اومده بودن تو همین لحظه سنت جوپیتر داره تمام تلاشش رو برای نابود کردن تمام حلزونهای ارتباطی میکنه تا پیام وگا پانکو غد کنه دکتر اشاره میکنه که پادشاهی ها برای این با هم اتحادیه تشکیل دادن چون تنها راه مقابله با گروهی بود که جوی بوی عضوش بود اصطلاح طرف هیچ کدوم از این دوتا رو نمیگیره به خاطر اینکه در جای گای خودش رو نمیبینه که بتونه اخلاقیاتشون رو قضاوت کنه ولی چیزی که مشخصه اینه که جنگشون به خاطر طرز فکر و ایدئولوژی مخالف همشون بوده اینجا ما رفیق فابریک جوی بوی زونیشا رو میبینیم زونیشا مجازاتش اینه که با به پشت داشتن زو تو جهان جدید حرکت کنه این مجازات ممکنه به خاطر کمکش به جوی بوی تو جنگ با دولت جهانی باشه دکتر اشاره میکنه که جوی بوی تو تمدنی العاده زندگی میکرد این تمدن انقدر اونقدر پیشرفته بود که نمیشه باور کرد در 900 سال پیش قرار داشته اسلحه های جنگی که تو این جنگی که برای یک قرن طول کشید استفاده شد فراتر از دانش مدرنه کرا و با بقیه مردم زو از شنیدن این موضوع شگفت زده میشن فاکسی که همراه خدمش پرش و هامبورگ تو قایق کوچیکه دکتر وگاپانکو مغز بادومی صدا میزنه و مسخرش میکنه پرش هم به نظر میاد که مدت هاست چیزی نخورده و از شنیدن کلمه بادوم گرسنش اصطلاح ادامه میده که تکنولوژی قرن وید حتی دانشمندی مثل اونو شگفت زده کرده ولی همین تکنولوژی که مشکلی بزرگ رو برای جهان درست کرده در طبقه لبا ادیسون با استوسی که جامونده تا دیواره لیزری رو در زمان خاصه شده برداره ارتباط برقرار میکنه و ازش میخواد که دیواره لیزری رو قطع کنه و سریع از اونجا خارج بشه و فرار کنه استوسی میگه که نمیتونه چون اگه نباشه ممکنه سر کلاه یا بلایی بیاد ادیسون اشاره میکنه که دیگه نیازی به دیواره لیزری نیست چون هیولاهایی تو جزیره که میتونن ازشون رد بشن که میبینیم چطور سینک ساترن داره پشت سر هم دندن موشی ها رو نابود میکنه تا مردم نتونن واقعیت رو در مورد جهان بشنون ادیسون به استوسی میگه که تمام تلاششون رو برای کمک به کلاه ها کردن و مطمئنه که میتونن فرار کنن همینجا جیمبر رو میبینیم که زورو رو مثل بچه گرفته و از نامی به خاطر دیر کردنشون معذرت میخواد اما زورا که هنوز از قطع شدن دوئلش عصبانیه میگه که نیازی به معذرت خواهی نیست نامی با شنیدن حرف زورا بهش میگه که بعدا بلا سرش میاره ولی الان بهتره عجله کنن نیروی دریایی داره با کشتیهاش ساحل شمال شرقی رو میبنده و خیلی عصبانی به زورا میگه که اگه بعد این همه تلاش نرسیده به آب منفجر بشن هیچ وقت نمیبخشدش فکر کنم که بعد این ماجرا زورا یه درگوشی از نام می بخوره حالا استوسی از این که کلاه دارن فرار میکنن خوشحال میشه چون اگه گرفتار میشدن اصطلاح هیچ وقت نمیبخشیدش ادیسون بازم ازش میخواد فرار کنه ولی استوسی با چهره ای ناراحت میگه از این به بعد میخواد چیکار کنه تو زندگیش با مردن اصطلاح بعد این باید برای کی زندگی کنه دیگه هیچ هدفی تو زندگیش نداره کاکو هم با دیدن این وضعیت استوسی به نظر میاد که ناراحت میشه بچه دلیل این ناراحتی اسوسی برای اینه که وقتی به عنوان یه کلون به دنیا اومد دکتر وگاپانک تنها کسی بود که اونو آدم دونست برای همین از اون موقع میخواست به دکتر کمک کنه اما با مردنش دیگه هیچ هدفی تو زندگیش نداره ولی من فکر میکنم که اسوسی قرار عضو جدیدی از خدمه کلاهاسیریا بشه در ساحل شمال شرقی سنت ناس جورو چند به یک جلوی سانجی بانی فرانکی و جاینت ها مونده فقط یکی به سانجی کمک کنه چون خیلی بد رو بدنش فرود ناس جورو که میخواد با حس کردن تمام موجودات زنده دندن موشی پخش وگاپانک رو نابود کنه با جفتک زدن اسبش جاینت پشتش رو میزنه و با شمشیرش به بانی حمله میکنه اما فرانکی از راه میرسه و بانی رو از سر راه شمشیرش رد میکنه برش شمشیر ناس جورو اونقدر قوی بود که سر کشتی ها رو قطع کرد بانی که دیگه نمیتونه قدرت آینده تحریف شدهش فعال نگه داره تبدیل به بچه میشه اینجا وگاپانک اشاره میکنه که قرن وید با شکست وگاپانک به پایان رسید این یعنی جوی 100 سال عمر کرده که این میتونه نشانی از جاینت بودنش باشه چون با اینکه ادمها هم میتونن تو جهان وامپیس بیشتر از 100 سال عمر کنن ولی قدرت جنگیدن رو برای 100 سال نخواهند داشت اینجا اودا بهمون جاینت آهنی و زونیشا رو نشون میده برای همینه که هیولای آهنی از جوی بوی معذرت میخواد چون نتونست بهش کمک کنه و حملش به مریژوا بی‌نتیجه موند ناسجورو که نمیخواد وگا پانک بیشتر از این رازهاشون رو لو بده به آسمون میره و متوجه میشه که تو بخش لب و فیس که زندان اکه توشه تعداد خیلی زیادی موجود زنده قرار داره برای همین با یک حرکت شمشیر که اودا به شدت زیبا نقاشیش کرده لب و فیز رو از وسط نصف میکنه با این کار سرافیم هایی مثل اسنیک هاک بر و شارک و اعضای سایفر پول پنج که زندانی شده بودن به بیرون پرت میشن اعضای سایفر پل به نظر میاد که مردنی باشن ولی سرافیم ها به خاطر قرار داشتن تو حباب زنده میمونن بانی بین این سرافیم ها فقط میتونه سرافیم بر رو کنترل کنه چون شکل پدرشو داره دکتر میگه که شکست جوی بوی عواقب بزرگی به دنبال داشت و زخمای این جنگ باستانی برای همیشه روی جهان باقی مونده و و هیچ وقت درمان نشد همه میدونن که سفر بین جزیره ها به شدت سخته چون برای رفتن به یه جای دیگه باید تو دریاهای بزرگ سفر کنن. از این رو اکثر مردم راضین تا بدون تجربه یه تمدن و فرهنگ آدم های دیگه تو جایی که دنیا اومدن زندگی کنن و بمیرن مردم جهان میگن که دلیل این مشخصه چون دریاها خطرناکن اما در حالی که دنجیرو رو با دانش آموزاش میبینیم دکتر فاش میکنه که هزار سال پیش اینطوری نبوده در قرن ویت فاجعه بزرگ زیست محیطی اتفاق افتاده و جهان به زیر اقیانوس رفته که اینجا اودا ساختمون های تمدن با رو در زیر آب بهمون نشون میده که ماهی ها دوره ور شرکت میکنن خشکی ها و جزیره هایی که مردم الان روش زندگی میکنن باقی مونده ی قاره های بزرگی هن که الان در زیر آب خوابیدن بچه ها فیشمن ها از این ساختمون ها و غرق شدن کشورهای تمدن باستانی خبر داشتن برای همین دولت جهانی نقشه پلیدی براشون کشید دولت جهانی با بدنام کردنشون کاری کرد که اکثر مردم جهان از فیشمنها بعدشون بیاد و تن فور پیدا کنن. از این رو فیشمنها از آدمهای دیگه دوری کردن و اگه هم واقعیت رو به مردم روی آب میگفتن کسی حرفشون رو باور نمی کرد و از اونجایی که میوه های شیطانی قابلیت شنا کردن رو از آدم میگیره ماجراجوهایی که با خوردن این میوه ها قدرت اینو داشتن که دریاها رو بگردن نمیتونستن با فیشمنها ارتباط برقرار کنن چون از غرق شدن میترسیدن ولی بچه نقشه پلید دولت جهانی برای مخفی کردن رازشون از این هم فراتر میره دولت جهانی به جای اینکه از دریا سالارها و نیروی دریایی برای محافظت از دریاها استفاده کنه هفت جنگ سالاری که در اصل دوز دریایی بودن و تو تمام دریاها قرار داد و, و هیچ وقت نخواست که تمام دوزان دریایی رو از بین ببره از این رو مردم از ترس کشته شدن و به غارت رفتن ترجیح میدن که تو دریاها سفر نکنن دراگون و ارتش انقلابی از شنیدن این حرفا شوکه میشن و سابو دقت به این حرفا گوش میکنه جهانی که هزار سال پیش وجود داشت الان در کف دریاست دکتر میدونه که ممکنه خیلی ها فقط با گوش کردن به حرفاش نتونن این واقعیت رو قبول کنن ولی واقعا قاره های بزرگی تو جهان وجود داشتن در جزیره کنومی نوجیکو دیگه به ادامه پیام گوش نمیکنه چون میخواد به باغ نارنگیش سر بزنه یا شاید هم میخواد نقشه های نامی را ببینه دکتر وگا اعلام میکنه که تنها تو یک قرن 200 متر آب دریا بالا اومده میگی. سینا چرا اودا به صورت ویژه ای 200 متر رو انتخاب کرده خب به 200 متر عمق دریا فوتیک گفته میشه که نور خورشید فقط تا این 200 متر به خوبی نفوذ میکنه و گیاهان دریایی و اکثر ماهی ها با مواد غذایی زیاد میتونن تو این قسمت زندگی کنن و به هرچی بعد از این 200 متر تاریک و تاریک تر میشه دلیل انتخاب 200 متر ناشناخته بودنش برای انسان ها و و خوب بودنش برای زندگی فیشمنها ها بوده سربازا از شنیدن اینکه عمق آب 200 متر اومده سکته میزنن چون بلندترین کشتی جنگشون تنها 60 متره فرمانده ها به سربازا دستور میدن که به این حرفا اهمیت ندن و باید برن دنبال نجات دادن اعضای سایفر پول و سرافیم ها در تاون مردم به مسخره کردن وگا پانک ادامه میدن در پادشاهی ساکورا پادشاه دالتون حرفای وگا پانک و غیر قابل باور میدونه کره ها هم که الان 141 سالشه اشاره میکنه که با گذشت این همه از عمرش جهان بازم جالب و سپرایز کننده است میریم به آراباستا که دختر نقاشمون ماریان بعد مدت میبینیم مردم اشاره میکنن که کوهی که جلوشونه 200 متره پس با زیر آب رفتن غاره ها خیلی ها مردن دکتر وگاپانک آخر به سوال اساسی میرسه چطور این تقیان آب اصلا اتفاق افتاد با اینکه ممکنه خیلی ها فکر کنن که باعث و بانیش یک پدیده طبیعی بوده ولی به همه اطمینان میده که این فاجعه فاجعه ساز بشر بوده مورگانز با عصبانیتش نشون میده که حرفای استلا رو باور نمیکنه اما ویوی وی دهنشو میگیره تا حرفای دکتر رو بشنون اگه این فاجعه فاجعه ای طبیعی بود اطلاعات ثبت شده ای از اخطارهای قبل فاجعه از قرن ها قبل در موردش پیدا میشد چون اتفاقی بود که جهانو تغییر داده ولی دکتر با اندازه شناسی زمین شناسی بوم شناسی و, و دانشش در مورد اتمسفر تایید کرده که این یک حادثه طبیعی نبوده غیر ممکن بود که این چیزی فقط تو صد سال اتفاق بیفته از این رو متوجه شد که باعث و بانیش جای دیگه ایه و چند روز قبل ضبط این ویدیو وقتی عمق آب دریا رو آنالیز کرد فهمید که این فاجعه 800 سال پیش به خاطر استفاده از سلاحی باستانی اتفاق افتاده که میتونه جهان رو غرق کنه و همون اسلحه باستانی هنوز هم وجود داره و میشه ازش استفاده کرد به طور کلی جنگ بزرگی که در قرن وید اتفاق افتاده هنوز هم ادامه داره که اینجا ایمو رو تو باغش میبینیم که مثل همیشه خیلی به گل و و طبیعت علاقه داره خیلی ترسناکتره که یه شخصیت و کاراکتر ویلن انقدر روحش لطیفه ایمو یک بار جوی بوی رو شکست داده و کلاش رو تو زیر زمینش گذاشته و الان هم میخواد با شکست دادن لوفی این کلاش رو دوتا کنه به نظر من سلاح باستانی همون اورانوسه که از لونارین ها باقی مونده چیزی که این سلاح باستانی رو برای شلیک لیزر شارژ میکنه شعله مادر که در اکت قرار داره پس ایمو که الان همه چی لو رفته میره تا با استفاده ای دوباره ازش همه رو خاموش کنه درست مثل کاری که با اوهارا و لولوسیا کرد امیدوارم ادا قیافه ایمو رو آخر بهمون همون نشون بده تا ببینیم که این چه موجودیه که انقدر وحشتناک و بیرحمه تئوری هاتون رو حتما توی کامنت ها بگید و روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش دوستتون دارم و شما رو توی ویدیوی بعدی خواهم دیدایی رو گنگ بدرود